یک تو تانا السلام علیکم خانواده عزیز بانوهای گرامی خدا کنه صحتمند باشین و یک روز خوب و خوش داشته باشین و یکی از دیگر برنامه های بانو رو ببینین. خور گرامی بینده های عزیز برنامه بانو، من همسرم های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید از اینکه جور صحتمند باشین. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را. بود از خورای ما که مشکلی می داشته باشن می در نمی لحظه به برنامه زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 0796-00-86-56 و همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست. تا وقتی که تماس های شما دوستا را می داشته باشیم امید است که تماس امروز داشته باشن که بازم یکان وقت تلفن ها مشکل می داشته باشن، خب بازم بر صورتش می تونین به برنامه زنگ بزنین و تا وقتی که تماس های شما دوستا رو می داشته باشیم میریم اولین پیام که از طریق 456 موصلت کرده پیام میشنویم. بله، پیام از یک دوست عزیز خود گرفتیم که گفته بودیم که حتما پیام های برادرای ما رو میخوانیم، بخاطر که تماس هایشان نمیگیریم از او خاطر حق اولیت و در پیام ها بر برادرای ما میتیم. یک برادر عزیز ما گفته که مشکل عمده مایی است که ما در جوانی بسیار کارهایی کردیم که گفته باید انجام نمیدادم و هنوز هم گفته با وجود که سنم بسیار پیشرفته شده، کلان شده و نمیخوایم دیگه این کارها رو انجام بدم، اما گفته انجام میتم. نایفم گفتم این عادت من، این حرکات منفی من چه قسم باید از بین ببرم؟ خب فرزان جان، این ضرب المثل خوش شنیدین که میگه که خویی که میگه در طفلی نشست و در مرگ برای. بله بله. انسان، مغز انسان یه خاصیت داره که هر چیزی که او را عادت بیتی به مو عادت میکنه. بعض ها میگن ترک عادت موجب مرض است. ولی بعد از مرض باز علاج شما است. بله. یک موضوع است. یعنی اگه انسانی که در هر مقطع زمانی خواسته باشه که خود تغییر بده، تغییر ممکن است. و خصوصا در سنهای پیشرفته. کسایی که سنشان زیاد بالاتر از سن 40 است، مثلا بعض کسایی هست که وجود مثلا از وقت جوانی همه تو رفته رفته تا وقتی که پیرم شدن به اونمو یک چیز عادت دارن. مثلا خود از این حالت، مثلا خود از این برادر رنج میده، مثلا اعمال منفی که اجرا میکنن بعدا وجدانشان اینا را آزار میده. اینا هم مبرزی برادر یک موضوع را بگویم، یک تبریکی برشان بتم که هم جز از کامیابیشان است، به خاطر از اینکه انمی عذاب وجدان هم بعضها وقتی که ندای وجدان میشنون و عذاب وجدان میکشن وقتی که یک کار منفی را انجام میدن، انمی هم بزرگترین یک دستاورد یک انسان است. ولی بدا به حال کسی که اصلا صدای ضمیر و وجدان خود نمیشنوند یا اصلا امی عذاب وجدان نمیکشند، او بسیار مردم های خطرناک هستند. مثلا یک کس هستند شاید در وقت جوانی وقتی که گفتن که مثلا یکان کارهای را انجام میدادن وقت شاید که عذاب وجدان نداشتن، اصلا در فکرش نبودن، ولی آل اینمی یک احساس در وجودشان پیدا شده. ولی کوشش بکنن که امی صدای ضمیر وجدان خود را همواره بشنن. چرا ضمیر وجدان همواره بر انسان سیگنال میده؟ همیشه که این کار غلط 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 بر انسان میگه. وقتی که اینمی در انجام نداد، اینمی انسان به این معنی است که به طرف رو به طرف پاکی نهاده و به طرف پاکی روان است. ولی بعض اوقات اگر انسان ببینین دنیا، از وقتی که انسان یک طفلک به دنیا میه از اون وقت شروع تا به ای که انسان میره به خیر به خانه ابدی خود، فقط تا اون لحظه امتحان است. تمام زندگی یک امتحان است. یعنی که ما چطور بتانیم که پیروز شیم. بعض کسا هستن که مثلا کارهای بسیار زشت داره در زمان جوانی و انجام میتن، ولی وقتی که سن بزرگ رسیدن متوجه میشن و کوشش میکنن که همون گذشته های خود را تلافی بکنن و این بسیار گپ خوب است. ولی به گفته یکی از عرفای خواجه عبدالله انصاری هست که میگه در طفلی پست در میگه در طفلی وقتی که میگه در طفلی سستی، در جوانی پستی، در پیری سستی. بله. پس خدا را چه وقت پرستی؟ خب مهم این است که انسان در هر مقطع زمانی وقتی که احساس کرد که ما این کار کردیم، وقتی که آدمو عمل خود پشیمان شد و روگردان شد، پس خداوند او را میبخشه. یکی مهم این است که بعض کسا هست که خودش خدا نمیبخشه.
اگر خودش واقعا خدای خود را بشناسه با همو صفاتی که خداوند خودش در قرآن خود را معرفی کرده، باز او وقت دیگه مشکل ایجاد نمیشه. ولی بعض مشکل ماهی هست که ما بعض اوقات واقعا خود نمیبخشیم. ما بارها یک موضوع را گفتیم فرزان جان که از طریق برنامه شما شاهد هستین، که گفتیم که کوشش بکنیم بخشندگار باشین. وقتی که اگر در زندگیتان شما کس دیگی را ببخشین و امواره مثلا اگر یک کس گناهی کرد او گناهش را ببخشین، یا ای که مثلا بر شما یک صدمه وارد میکنه، همیشه کوشش بکنین که بگین خیر یک اشتباه کرد، یا یک انسانی که شما معذرت میخواین معذرت را بپذیرین. همین هست که قلب انسان قسم روشن میشه که باز گناه های وقتی که از کس دیگی را وقتی که یک کار میکنه تو را ببخشی، پس تلافی از که خداوند گناه تو را میبخشه و احساس در قلب خودت هم ایجاد میکنه که باز هر چیزی که باشه میگه خیر خداوند بخشندگار است مرا میبخشه. ولی اگر امواره احساس گناه انسان بکنه و امواره به این فکر باشه که نه این کاری که ما کردیم غیر قابل بخشایشه، ببینید هر چیزی که هست کوشش بکنین که اصلا یک رابطه باشه بین خدا و بنده، کس دیگه از این موضوع خبر نشه. بله. که انسان مثلا بعضی کسا هست که کوشش میکنه یک موضوعی که لاین حل در قلبش میباشه یا یک گپ بکنه، این کوشش میکنه برای هر کس بگه بله. من انتی گناه کوشش بکنین اینمی گپ نگوین برای کس، همیشه پیش خودتان و خدایتان باشه و در جنب از او عبادت انسان تغییر میده و هر قدر که رجوع به خداوند بکنین به مو اندازه تغییر در افکارتان پیدا میشه. تلاوت قرآن شریف بکنین و در جنبش نماز هم بخوانین، این می حالت هایی هست که انسان آهسته آهسته تغییر میده. و بازم هم به گفته مشاعره که میگه به گذشته گذشت و مکن یاد، امروز مده به ما برباد. حالا گذشته خب پس نمه، در جوانی که انسان هر چیزی کرده در خب هر اون مسائل جدا هست، او بین خود خداوند است و خداوند هم رحمان و رحیم است و ستار از حیبای انسان می پوشانه، ولی در بنده چون این چیز نیست. در انسان ها اگر برش بعض کس ها هستن که وقتی که یک موضوع را میگین بازو انسان تشهیر میشه، چرا که میگه بغیر از خود انسان دوم انسان اگر از راز انسان خبر شد بس او راز نیست. بله. پس همون خوب است که بین خالق و مخلوق باشه. بله. و کوشش بکنین که هر قدر اعمال نیک انجام بدین، توانایی اگر داشته باشین، توانی و استطاعت مالی، هر قدر که خیر و خیرات بتین، هر قدر که به یک هم نوتان کمک بکنین، با مو اندازه قلبتان هم ملایم شده میره و همیشه باز آیسته آیسته اینمی فقط گناه ها را پاک میکنه. بالاخره روز میرسه که فکر بکنین که انسان تازه به دنیا آمده باشه. بله. و اینمی کار را که من گفتم انجام بتین، انشالله که تماما موضوعات حل میشه. خب دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدن باز هم با ما باشید. بازم خوش آمدین و ادامه برنامه بانو است و صحبت های و مشوره های نیک دکتر سه با شما. و امروز تماس ها میایه و دوباره قطع میشه، نفهمیم چی مشکل در شبکه وجود داره و وقت ازی است که پیام های شما که در برنامه ها باقی میمانه و شکایت هایتان زیاد است، پیام ها را بخونم تا دکتر سه بنا را جواب بگه. یکی هم پیام از یک بانوی عزیز گرفتیم که مشکل خود قسم با ما در میان گذاشتن، گفتن که عموما گفته زیادتر وقتا در خانواده ما وقتی که از طفلک ها یا از بزرگسالا گفته یا از هر کسی که بود در خانه ما به مناسبت سالگریش گفته یک مفلک کوچک در بین خود می گرفتیم و کیک می گرفتیم و مفلک کوچک می گرفتیم تا از او روز قدردانی بکنیم و باشه که یک وقت ما هم خوش بگذرم. و متاسفانه و در این اواخر چند وقت میشه که خسارم باعث از این شده که ما از این مفلا صرف نظر بکنیم. هر کسی که این مفلا می گیره اگر چی گفته که ما زیاد مصرف نمی کنیم، فقط یک کیک می گیریم و یکان توفه های خرد و کوچک فقط یاد بوده از امون روز از امون طفل یا از یک جوان یا هر کسی که باشه شوه، اونا هم مخالفت میکنن، میگن که وضع اقتصاد ضربه میزنن و نباید این کارها دیگه در خانه صورت میرفته. از این حالت دیگه زیاد ما رنج میبریم و متاثر هستیم. خب ببینین فرزان جان، یک موضوع است امیر رسم و رواج هایی که بعضن هست چیزی که بالا انسان بار دوش نشه. بله.
اصلا ببینین امی گرفتن سالگیره یا امی روز تجلیل کردن چقدر گپ خوب است. بله بله. و واقعا که گفتن که ما مثلا که امی روز تجلیل میکنیم به نام ازی که گویا که امی روز ما خوشتر شد و متفلکم خوش شد و یک کلتور و فرهنگ بسیار عالی است. بله. مشروط بر این که بالا انسان بار نشه. بار به این معنی که بعضی کسا هستن که ما هر چیز سر خود یک مصیبت میسازیم. بله. بعضی کسا هست میگن که نال سالگیری فلان است من چطور کنم پیران خودم ندارم. بله. طفلای ما چی نداره بالا بر از ما چی بگیریم چطور شه یا بر طفل ما با چقدر کیک بگیریم چطور باشه اینی دیگه به این معناست که یک اضافه بار وارد بالا انسان و به عوض ازی که از او انسان یک دستاورد خوب داشته باشه که از او مثلا بتانه که از او خوشی و گپا را تجلیل بکنه برعکس ای همیشه یک حالت روانیشان هم برهم میزنن. در محافل خوشی در هر محافل ببینی اگان جار جنجال هایی هست که ما خود ما ایجاد کردیم. ولی انسان کوشش بکنه از بسیار چیزهای کم. یک چیزی که فرزان جان بسیار خوب در امی سریال که ختم شد در تلویزیون طلوع زمان چقدر مقبول بود یه یک چیزی که خوبیش شاید شما متوجه شده باشین دوستان متوجه شده باشن که بعضا چیزهای را کوشش میکنن انواره در مصیبت ها با همدیگر بسیار نزدیک باشن. بله. و این بسیار گپ خوب است. هر قدر که با هم در مصیبت ها با هم نزدیک باشن دوست باشن نزدیک باشن به اون اندازه مصیبت ها کم شده میره. بله. و احساسشان هم احساس از بین میره. ولی اگر مثلا با بسیار چیزای کوچک مثلا در بس ها جا گرفتن همی کیک هم ضرور نیست. بله. یک تجلیل کردنش و اگر باشه خو یک کیک بسیار ساده و یک چهار تا دوستا با هم دیگر جمع میشن و همی سالگیره رو میگیرن اینی گپ بسیار خوب است. ولی اگر ایره روز به روز مثل محافل عروسی واره که حالا فعلا در افغانستان هستی پوندیده و پوندیده و پوندیده بره باز اینی هست که باز واقعا ای به یک مصیبت تبدیل میشه. بله. ولی انسان کوشش بکنه از هر مقطع زمانی خود در هر جایی که هست کوشش بکنه زندگی بسیار ساده داشته باشه. هر قدر که زندگی پر زرق و برق در فکرش باشه و یک با رسیدن به او هم بعض اوقات ناممکن است ولی نتیجهش همون هست که انسان رنجش هم کشیده میره همواره. ولی کوشش بکنن که یک کار اینا بکنن که آخر سوالشان فرزان جان بود که گفت مشکلشان اصلی در کجا بودن که گفت آلا نمیخواه که این مفلا گرفته شوه یا در خانه ما سالگره باشه که یک سالگره گرفته شوه این شوهرشان نمیخواه خسرشان نمیخواه. بله. خب بعض موضوع هات است که خب همی خسرشان که نمیخواهن هم یک عامل داشته باشه. بله. مثلا بعض کسای ارتباط به این میته که چرا می کار مثلا فکر میکنه یک فضول خرچی است. واقعا از حدش که اضافه شوه خب فضول خرچی است. ولی به نظر من اگر تو یک کار شوه که مثلا بعض قدمو فامیل باشه بله خود فامیلشان باشه هم دوستاشان باشه هم طفلک باشه و باشه هم یکی که توته بکنن و تبریکی بدن و او طفل هم احساس بکنه که من یک سالگرد تولد دارم روز تولد من است و همه خوش هستن من پیشترم گفتم که یک فرهنگ بسیار عالی است. ولی بعض کسا هست من مطمئن هستم که وقتی که خسار از اینا گفتن که من ایده نمیخوایم نمیخوان که همچون محافل گرفته شد یه هم ناشی از عقده هاییست که در بین خانواده است. اگر نمیخواستن چرا در وقتهای گذشته وجود داشت؟ بله بله بله. بعض کسا هست که کوشش میکنن خوشی یک انسان بذری یک شکل به یک شکل از اشکال میگیرن. بله. مثلا کوشش میگن که اینی کار مثلا میفهمن که نقطه حساسه که مثلا رفتار از اینا با خسرشون تغییر میکنه یا از بسرشون تغییر میکنه یا یک موضوعی در خانواده ایجاد میشه. امی هست که دفعتا او انسان ها بازگوش میکنه که اون نقطه اساس پیدا کرده و امو ضربه خود بزنه. بله بله. ولی یا کوچ بکنن که امو او رو پیدا بکنه که چرا خسارشان چنین عقده گرفتن. اگر اونا رو بعدشان میاد خود ما آغاز این کار نمیکردن. بله. ولی این کار اونا متاسفانه انجام دادن ولی آل مخالفت میکنن. خب مهم اساسی است که بعض اوقات مثلا شما متوجه شدین فردان جا در یک محفل خود یا خوشی به حد مثلا در امی تیم فوتبال افغانستان. بله بله. که وقتی که در جنوب آسیا اول شد یک شور و شعف در تمام مردم میدیده. بله. که چی حالت. بله. بود و جالب ای است که من شاید ازی در دفتر ما بودم در دفتر خود ما شما که ما همه در طلوع بودیم
کسی که با یک کسی بسیار حالت مثلا هیچ اصلا حرف نمیزد، بله جنگی بله بودن، با یکی بله دیگه خفه بودن، هر موضوعی که بود اینقدر هیجانی بودن که با یکی دیگه اینقدر صمیمی شده بودن، بله که با یکی دیگه روبوسی کردن، یکی دیگه در بغل گرفتن خوب، بله. در کل جای یکی از مسائل عظمی وقتی که به یک انسان یک خوشی دست میده، یک گپ هست که دیگه تمام کدورت ها رو فراموش میکنن دیگه. این دیگه فرزان جان امانند سیل است. بله بله. سیل آسا وقتی که میاد دیگه با دو اخی نمیشناسه که کی هست، دوست بله. این دشمن هم هست. اصلا این دیگه کوشش میکنه که با اون کسی که خفه است میگه باید ما در آغوش هم دیگر بله باشیم. پس به او خاطر مهمی است که در خانه ها هم همین کینه و کدورت گپ ها باید از بین بره. وقتی که شاید که یک بار دوبار اگر این کار کرده باشن یا می موضوع شده باشن، ولی اگر خودم طفلک بره پیش بابا کلانشم کلانش بله پدر جان سالگیریم است، این سالگیریم خود بکشت طفلک با مو زبان طفلیش بله بار بکنین که قلب هر انسانه، ولی هر قسم باشه قلبش نرم میشه. ولی اگر جواب کینه انسان با کینه بده، با کینه هیچ چیز پاک نمیشه. کینه، کدورت، عقده تمامش یک پلیدی هست. بله با پلیدی انسان هیچ چیز نمیتونه که از بین ببره. بله. برعکس محبت، صمیمیت، دوستی، شفقت ای امانند یک صابون بسیار پاک و صفای است که انسان میتونه تماما پلیدی ها را ذریع از این بشویه. پس به او خاطر انسان کوشش بکنه که همواره انمی در وجود خود روش بده تا که بتونه که واقعا یک انسان یک انسان سعادتمند باشه. بله خب دوستای عزیز وقت برنامه هم تمام است. ناگزیر هستیم که با شما عزیزا خداحافظی بکنیم. دوستای عزیز تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. الله یار و نگهدارتان. خب دوستای عزیز وقت برنامه هم تمام است. ناگزیر هستیم که با شما عزیزا خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه بعدی تمام شما عزیزا را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. الله یار و نگهدار همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.